42 سالگشت فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان. 28 مرداد 1357 حدود ساعت 10:10 شب سینما رکس آبادان که پر از تماشاگره آتیش میگیره و گرچه هنوز آمار دقیقی در دست نیست، گفته میشود که بیش از 700 نفر در اون فاجعه سوختن. حقیقت اون فاجعه رو برای نخستین بار مرداد 92 سرهنگ اردشیر بیات، رئیس پلیس وقت آبادان، در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا فاش کرد با جزئیات و اسم و مشخصات مسئولان و عاملان اون جنایت. تنها بعد از اون برنامه بود، یعنی بعد از 35 سال که از اون فاجعه میگذشت و جمهوری اسلامی مطلق سکوت کرده بود در اون باره، میاد سیمای جمهوری اسلامی بخش های سانسور شده از دادگاه رسیدگی به اون جنایت رو پخش میکنه که بازم ثابت بخواد بکنه مثلا اون کار شاه بود. هرچند که اخیراً یکی دوتا از مسئولان جمهوری اسلامی اذعان کردن در رسانه ها که اون فاجعه رو کسانی آفریدند که از عوامل روحانیتی بودند که بعد از انقلاب به قدرت رسید. کیا بودند این کسان؟ یک، آیت الله غلام حسین جمی، نماینده خمینی در آبادان که بعد از انقلاب هم شد امام جمعه آبادان. موقعی که اون فاجعه اتفاق افتاد خمینی در نجف بود، سه روز بعد اعلامیه داد و گفت این شاهکار شاه بود و این داستان ها. همون کسی که سینما رو آتیش زد، یعنی آیت الله جمی، میگیره اعلامیه دروغ خمینی رو در آبادان پخش میکنه، در سراسر ایران پخش میشه. اون اعلامیه در خارج از کشور هم وسیله بعضی از رسانه ها منتشر میشه و پخش میشه همه جا که کار شاه بود و سباک بود و اینا. یک نفر دیگه از مسئولان اصلی اون فاجعه محمد رشیدیان بود، در دوره‌های اول، دوم، سوم، ششم مجلس شورای اسلامی نماینده بود، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هم بود، این قانون اساسی که الان داریم دست پرورده او هم هست. محمد کیاوش یکی دیگه شون بود، نماینده دور اول و دوم مجلس شورای اسلامی شد، اسمش رو تغییر داد محمد علوی تبار. این سه تا هر سه در سال‌های اخیر مردن. عوامل اصلی آتش سوزی یکشون حسین تکولی زاده بود که حسین تکولی زاده بعد از انقلاب تو کمیته ها بود، تو خودشون بود، سباقیان رو دید، احمد خمینی رو دید، تو عرض کردم داخل خودشون بود. بنابراین وقتی میگیرنش که میخوان قربانیش کنن در واقع که عرض میکنم، شوکه میشه و بعضی از حقایق رو حتی میاد تو دادگاه میگه، از جمله این که میگه من و بسکار و فلاح در جلساتی که در مسجد فراهاباد داشتیم که بعدن میشه مسجد قدس، با آقای محمد رشیدیان، محمد ابوالپور و عبدالله لورقبا که ابوالپور بعد از انقلاب میشه رئیس آموزش و پرورش آبادان، قرار میشه که ما کاری بکنیم، دست به کاری بزنیم، چون در آن موقع، تا آن موقع در آبادان خبری از تظاهرات نبود. این دلیل آتش زدن سینما رکس. سراسر ایران تظاهرات در حمایت از خمینی، شهر نفتی آبادان آرامه، کاری کنیم که مردم بریزن بیرون در ضدیت با شاه. بعد از انقلاب با فشار و شکایت خانواده سوختگان سینما رکس، جمهوری اسلامی مجبور میشه که دادگاهی برگزار کنه. رئیس دادگاه سید حسین موسوی تبریزی است، حکم به اعدام تکپلی زاده میده و چند تا بیگناه رو هم در کنارش اعدام میکنه و حکم به اعدام چند بیگناه دیگه میده که یکیشون سرهنگ اردشیر بیات، صرفاً به این دلیل که رئیس پلیس وقت آبادان بوده است. سید حسین موسوی تبریزی از پدران معنوی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هنوز زنده است. سرهنگ اردشیر بیات شنبه گذشته در ویرجینیای آمریکا درگذشت.